سلام خدمت همه شما بیننده های عزیز، امیدوار هستم که جور و صحت مند باشه. به نهایت گرامی و عزیز، خواستم که امروز یک موضوع مهم را با شما شریک بسازم در ارتباط با ویزه بشردوستانه استرالیا، موضوعاتی که تازه در سایت استرالیا در 2024 آپدیت شده و خواستم که این موضوعات را و این آپدیت را برای شما هم شریک بسازم. کسانی که تا این حال را در ایران و پاکستان هستین و در ویزه بشردوستانه استرالیا درخواست کردین، لطفاً این ویدیو را بیشتر ببینید و کسایی که تازه هم علاقمند هستند که درخواست بکنند این ویدیو را ببینید، برای شما مفید خواهد بود. شما با ویدیو اینجا گفتن که هیومانیتریان ویزا پروگرام برنامه ویزه بشردوستانه، البته ویزه بشردوستانه استرالیا که تقریباً از سالهای سال از که ادامه دارن، ولی شدت زیاد را از سال 2012 به این طرف گرفتن و در سال 2021 بیشتر شدن. ببینیم که اینجا چه گفتم. دولت استرالیا گفته که تقریبا در حدود 26500 مکان یا فضا را، فضای ویزه بشردوستانه را برای افغان ها چی کردن؟ ایجاد کردن که این برنامه تقریبا تا 2026 این برنامه ادامه پیدا میکنه. تا 2026 این برنامه ادامه پیدا میکنه. و در اینجا من ترجمهش به شما نشان میدم که اینا چی گفتن؟ برنامه ویزه بشردوستانه. دولت استرالیا 26500 مکان اختصاصی ویزای را برای افغان ها اختصاص داده است. تا تحت برنامه شرایط ویزه بشردوستانه فراساحلی در سال تا سال 2026 را به استرالیا مهاجرت کنند. یکی از اهداف مهمی برنامه ویزه بشردوستانه استرالیا این است که پیوستن مجدد پناهندگان و افراد است که در خارج از کشور در شرایط شبیه پناهندگی با خانواده نزدیک خود در استرالیا هستند. این کار از طریق مقررات خانواده های جدا و برنامه بشردوستانه ویژه که SHP انجام می‌شود. بعد چی گفته که اگر پیشنهاد دهنده یک از اعضای نزدیکی یا نزدیک خانواده باشد، احتمال موفقیت آمیز بودن درخواست ویزا برای پیوستن به خانواده بیشتر است، زیرا اولویت بالاتری دارد. خب دوستان عزیز، در اینجا گفته که این پروگرام برای کسانی که یعنی یک از اعضای فامیلش مثلا کاکایش است، مامایش است، مثلا عمهش است، خالهش است، اینه که نزدیکتر به فامیل هست و یک مثلا دوست و رفیق قوم باشد، برنامه بر از اونا بیشتر توجه دارد. اولیت از اونا هستن، گنا میتونم که دمی اعضای فامیل خود را مثل خاله، مثل کاکا، مثل ماما یا مثل عمه اینای خود را چی کنن؟ از اینترنت از طریق بزهی بشردوستانه استرالیا چی بودن درخواست کنن و حق اولیت هم برای از اونها داده بشه. بر اساس مقررات مهاجرت 1994، افرادی که در تاریخ 13 آگوست 2012 یا بعد از آن به عنوان ورود غیر مجاز در یابی UMA وارد استرالیا شده اند، نمیتوانند اعضای خانواده خود را تحت برنامه ویزه بشردوستانه پیشنهاد کنند. دوستان عزیز، کسانی که در سال 2012 وارد استرالیا شدند که مسلمه که به طور غیرقانونی وارد استرالیا شدند، از طریق بحر رفتن، از طریق دریا رفتن، کجا که رفتن، آنها میگه که نمیتوانند که اعضای فامیل خود را شامل این پروگرام و شامل ویزه بشردوستانه بسازند. در اینجا خلاصه ای از حرفا صحبت شده که کمیونیتی سپورت پروگرام، یعنی پروگرام یا برنامه حمایت از اجتماعات یا جامعه، اسکلت ریفیوجی لیبر اگریمنت ان پیلوت دو، مثلا فامیلی استریم، فامیل هایی که مثلا دفتر هستن، اسکلت ویزا کاتگوریز، کاتگوری های ویزا، دی استرالیان گورنمنت آردز all the people remaining in Afghanistan to prioritize their safety.
مگر دولت استرالیا تلاش ازی هستند که کسانی که تن حال در افغانستان هستند و برای حمایت از اونها و برای حفظ از اونها مگر تلاش دارن. If you remain in Afghanistan, you must carefully consider the risks should you attempt to leave by any route. گفته که آیا کسانی که در افغانستان باقی ماندن و جان شما در خطر هستند و در ریسک هستند، مگر شما باید که به یکی از روش هایی که ما بیان کردیم، یکی از روش ها شما روش های بشر دوستانه شما اقدام کنین، درخواست کنین و افغانستان را ترک کنین. If you have left Afghanistan, اگر شما افغانستان را ترک کردین، tell us your current address by completing. مگر اگر شما افغانستان را ترک کردین، مثلا در افغانستان نیستین، در ایران هستین و در پاکستان هستین، مگر شما این فرم را تکمیل میکنین، فرم 929 را تکمیل میکنین. Change of contact and passport details. مگر که شما نمو کانتکت خود را تغییر میتین و همچنان پاسپورت خود را و دیتیلز پاسپورت خود را و شما با ما شریک بسازین. ما کدام با امی ایمیل آدرسی که هستن فرم تکمیل میشه، با ایمیل آدرس فرم روان میکنیم. Records as soon as possible که هر چیز زودتر امکان داره این برنامه را اجرا کنیم. We will not notify you that our records have been updated. مگر ما نخواهد شما را شناسایی کنیم که مثلا تایی که امی ریکارت ما یا امی ثبت ما یا برنامه ما اپدیت نشود. تا طریق شما منتظر قسمت بعدی باشد.